سلام، به صنف نقاشی مادر خوش آمدید. موضوع امروز زاویه، ترکیب و دیدگاه هست. آیا می دانستید که هر روز ناخداگاه به همه اشیا و مناظر از زوایای مختلف، ترکیب بندی ها و دیدگاه های مختلف ببینیم؟ امروز قصد دارم توضیح بدهم که اینها چیستند؟ اول ما زاویه داریم. آیا گلاس رو در وسط می بینین؟ اطراف گلاس، فلش های با شماره یک تا هفت وجود دارد؟ آیا وقت از شماره یک و از شماره پنج به آنها نگاه می کنید گلاس یکسان خواهد بود؟ نه، شکل گلاس پس به جهتی که از آن به آن نگاه می کنیم متفاوت به نظر می رسد. اگر در اطراف هر شی روبروی خود حرکت کنیم سریعتر متوجه خواهید شد. بیایید به این رسامی ها ببینیم. ممکن است گیج کننده به نظر برسد اما این مفهوم دشواری نیست. این یک نقاشی است که به ما میگوید بسته به ارتفاعی که از آن به آن نگاه می کنیم چقدر متفاوت به نظر می رسد. با این مثال از جدول بهتر متوجه خواهید شد. شماره یک نمایی از بالا، شماره دو نمایی از پیشروی و شماره سه نمایی از پایین. بسته به ارتفاعی که به آن نگاه می کنیم متفاوت به نظر می رسد. درست است؟ بیایید نگاهی به ای ساختمان بندازیم. وقتی یک ساختمان را از دور می بینیم در حالی که بیرون این گونه به نظر می رسد. در مورد چطور؟ آیا این یک عکس به نظر نمی رسد که از یک ساختمان بسیار بلند گرفته شده باشد؟ یا حتی از یک هلیکوپتر؟ می توانید ببینید که یک ساختمان زمانی که آن را از زمین می بینیم، زمانی که آن را از جای بالا و پایین می بینیم، می تواند بسیار متفاوت به نظر برسد. ای چطور؟ ما فقط به ساختمان سیر کردیم که از بالا دیده می شد. انال برعکس این نمای از پایین است. با سیل کردن به یک ساختمان از پایین به نظر می رسد که ارتفاع ساختمان بیش از حد است بنابراین می توان گفت که نه ساختمان ها بلکه همه مناظر نیز بسته به ارتفاعی که از آن سعی می کنیم متفاوت به نظر می رسد با این مفهوم را زاویه می نامیم و می گوییم که ما از آن نگاه می متفاوت است دوم ترکیب است ترکیب چیدمان و به چیدمان هماهنگ چیزها به عنوان یک کل برای دستیابی به جلوه زیبایی شناسی در هنر اشاره دارد چه تفاوت با چهار عکس زیر از سبزیجات میبینید درست آنها متفاوت تنظیم شده است اگرچه همه آنها سبزیجات هستند اما هر کدام به یک اثر هنری عالی تبدیل شدند زیرا به طور خلاقانه مطابق با افکار فرد چیده شده است برای اینها هم همینطور هر دو سبت هایی هستند که داخلشان سبزیجات هست اما کاملا متفاوت به نظر می رسند درست است؟ تصویر سمت چپ سبزی ها را در یک سبت قرار داده است. از طرف دیگر تصویر سمت راست تعداد سبزیجات در بالای سبت دارند که به نظر می رسد سبزیجات در حال پرتاب شدن به هوا هستند. بیایید یک نگاهی به اینا بندازیم. روی یک میز غذاخوری غوری شم گلدان و غیره وجود دارد این نوع نقاشی ها طبیعت بیجان نامیده می شود آنها بسیار منظم چینده شده است درست است از آن جایی که ما در موارد ترکیب بندی یاد می گیریم سعی کنیم روی نوع چیدمان اشیا در تصوری که به شما نشان می دهم، تمرکز بکنید در مورد دو عکس چطور؟ آیا تفاوت با قبلی ها می بینید تصویر سمت چپ نه تنها در گلدان بلکه روی میز نیز گل دارد پارچه سفید روی میز کمی چروک شده است که باعث می شود کمتر خسته شود و عکس سمت راست گلاس های چای را به صورت عمودی چینده بود نه افقی و جالبتر به نظر می رسید این دو نقاشی از یک هنرمند مشهور به نام پلسزان است او سیب های زیادی کشید و ظاهر آنها بسیار متفاوت از تصاویر قبلی است درست است ممکن است به نظر برسد که سیب ها و پارچه های سفید به هم ریختند. اما در واقع اینطور نیست زیرا او ترکیب های مختلف را مطالعه کرده و بیان کرده است. به نظر من این این ترکیبات بسیار جالب و سرگرم کننده به نظر می رسد. این دو تصویر نیز بسیار متفاوت به نظر می رسند درست است. تصویر سمت چپ نمایی از بالاست. سیب ها به خوبی کشیده شدند و کارت روی پارچه قرار می گیرد. جالب از زیرا به نظر می رسد که در میان بریدن یک سیب عجله کرده است. و در تصویر سمت راست جالب است که چگونه میوه ها در قسمت پیش روی و پشت سر پارچه راه را یک نواخ قرار گرفته است. همچنین بسیار جالب است که در هر دو نقاشی بشقاب های و شیشه ها را نشان می دهند که انکاس محیط اطراف خود را نشان می دهد. و اینکه این اکس ها نسبت به اکس قبلی چه تفاوت دارند. تصویر سمت چپ یک پارچه راهدار، یک آبگرمکان و لیمو روی یک چوکی است. جالب است که آنها روی یک چوکی قرار می گیرد، نمیز. تصویر سمت راز دارای یک پارچه سفید روی یک میز خرد و یک تربوز، یک بیتری شیشهی و یک سفال در بالای آن است. ظرفای سفالی که از آینه کوچک روی دیوار منعکس می شود و کوچک تربوز که در کنار تربوز بزرگ قرار گرفته است جالب به نظر می رسد. حال چه تفاوت هایی می بینید؟ بله پس زمینه ها تغییر کردن تا به حال دیواری با پشت بسته دیده بودید؟ اما در این دو تصویر یک در و یک پنجره در پشت وجود دارد. با در باز و مناظر بیرون به نظر من عالی به نظر می رسد زیرا دلگیر به نظر نمی رسد و دیدن نور و سایه های روی میز که ناشی از تابش نور و آفتاب از بیرون است بسیار جالب است. اینا رسامی های هستند که منظره های داخلی را بیان می کند. اگر چیدمان اشیا و غذای روی میز طبیعت بیجان است، چیدمان مبلمان و وسایل مختلف یک نقاشی مناظر داخلی است، چند لحظه وقت میگذارید و ببینید مبلمان و وسایل از نظر ترکیب بندی چه و چیگونه در اتاق قرار گرفته است. این خانه ها با رنگ زرد روشن تزین شدند. به نوی چیدمان گیاهان چراخ و اشیا نگاه کنید. تصور کنید که چگونه آنها را مرتب می کردید. در مورد ای اتاق چطور؟ آیا می بینید که آنها ترکیبات مختلف نسبت به قبل دارند؟ عکس سمت چپ در حالی که روی تخت نشسته اید گرفته می شود و عکس سمت راست توری گرفته می شود که کل تخت و اشیای اطراف آن قابل مشاهده باشد. در مورد این مناطق چطور؟ آنها فضای با کلاس و در عین حال گرم دارد. با سیل کردن به زمین و اقیانوس بیرون از کلکین بزرگ احساس می کنم قلبم آرام می گیرد. نور و آفتاب که در اتاق می آید بسیار زیبا هست. دوست دارید میز، چوکی، گلدان و بالشت را چگونه بچینید؟ تصور کنید فضای داخلی را چگونه ترتیب می دهید؟ در آخر من در مورد دیدگاه توضیح خواهم داد. من در مورد سه دیدگاه صحبت خواهم کرد. اول، چشمندوز یک نقطه ای است. چشمندوز یک نقطه ای به این معنا است که یک نقطه ناپدید وجود دارد. سپس نقطه محو چیست؟ بیایید به این نقاشی ها کنیم. در این سه نقاشی چی چیز مشترک وجود دارد؟ همه آنها یک نقطه محو دارند. آیا نقطه سرخ را در عرصه نقاشی میبینید؟ این نقطه ناپدید شدن است. در هر منظره چیزهای نزدیک کلان و چیزهای دور خرد به نظر می رسد. در این منظره اگر یک خط در امتداد منظره ها تا انتها بکشید می بینید که آنها به صورت یک نقطه کنار هم قرار می گیرند. نقطه که در وسط وجود دارد نقطه مو است و چون یک نقطه مو وجود دارد به دیدگاه یک نقطه تبدیل می شود. حال با استفاده از عکس های مناظر توضیح خواهم داد. اگر به این اثر هنری سیل بکنید، راه بسیار طولانی هست. آیا می توانید با دورتر شدن سرک و ساختمان ها تنگی وسط را ببینید؟ اگر خطوط را به مرکز دورترین قسمت وصل کنید، آنها به صورت یک نقطه ناپدید شدن منفرد به هم می رسند. اگر به این منظره نگاه کنید خواهید دید که ترکیب مشابه دارد آیا می توانید ببینید که یک جاده طولانی به سمت وسط باریک می شود دوباره اگر خطوط را به مرکز این دورترین قسمت وصل کنید آنها به عنوان یک نقطه ناپدید شدن واحد به هم می رسد و این باعث می شود که این منظره با یک نقطه ناپدید شود این منظره کم عریض تر است اما مانند منظره های قبلی هرچی به پشت سر برمیگردد باریک شدن آن را از سمت وسط خواهید دید آیا سرک واقعا باریک می شود؟ نه، با وجود این که عرض سرک یکسان هست، هرچه از ششم دورتر می شود، خورتر و باریکتر به نظر می رسد. سپس، البته این چشمانداز یک نقطه ناپدید نیز دارد. درست است؟ اکنون در مورد چشمانداز دو نقطه ای صحبت می کنم. چشمانداز دو نقطه ای یعنی دو نقطه ناپدید وجود دارد. آیا نقاط سرخ را می بینید؟ آنها نقاط ناپدید شدن هستند. نقشه های دیدگاه یک نقطه ای یک نقطه ناپدید داشت. اما اکنون یکی در هر طرف وجود دارد که آن را دو می کند. باز هم با استفاده از چند عکس واقعی توضیح می دهم. اگر عکس را می بینید برخلاف منظره های دیدگاه یک نقطه ای جاده در دو طرف مقابل وجود دارد. سرک و ساختمان ها به سمت نقطه سرخ سمت چپ باریک می شود و سرک و ساختمان ها به سمت نقطه سرخ سمت راست نیز باریک می شود. از آن که دو نقطه ناپدید وجود دارد دارای دیدگاه دو نقطه ای است برای این منظره هم همین طور آیا می توانید مانند تصویر قبلی باریکی دو طرف را ببینید آیا هر دو طرف را می بینید که با جلوتر به سمت نقاط سرخ تنگ می شود مانند ای که اگر دو نقطه ناپدید وجود داشته باشد چشمانداز دو نقطه ای نامیده می شود و در آخر چشمنداز سه نقطه ای چشمانداز سه نقطه ای دارای سه نقطه ناپدید شدن است آیا سه نقطه سرخ را در دو نقاشی می‌بینید. من فقط به طور خلاصه به این میپردازم. زیر ممکن است در مقایسه با دیدگاه یا تشمنداز یک نقطه و دو نقطه سختتر به نظر برسد. اگر به عکس سمت راست ببینید، بی تصویری از منظری است که از بالا با به پایین نگاه میکند. اما اگر دقت بکنید، با پایین آمدن از ساختمان، ساختمان ها باریکتر میشود. و اگر به ساختمان های پشت سر نگاه بکنید با رفتن به سمت چپ ساختمان های سمت چپ باریک تر می شوند و ساختمان های سمت راست باریک تر می شوند همان طوری که به سمت راست می روید مانند این اگر سه نقطه ناپدید وجود داشته باشد شمنداز سه نقطه نامیده می شود اگر برتان سخت است خوب است که به منظره هایی فکر کنید که در حالی که از بالا به پایین سیل می کنید بتوانید کناره های آن را ببینید تا آنجا با زوایا ترکیب بندی و دیدگاه ها آشنا شدید متوجه شدید این درس را ممکن است دیدگاه برای شما سختترین باشد اما امیدوار استم که احساس نکنید هنر دشوار است فقط به این دلیل که آنچه امروز آموخته آن اید دشوار است لازم نیست که این مفاهیم را به خاطر بسپارید زیرا هنگام طراحی آنان را به صورت طبیعی یاد میگیرید اگر اکنون آنها را درک نمی کنید می توانید از آن بگذرید حتی اگر این را نمیدانید یا متوجه هم نشدیم به این معنی نیست که نمیتوانید رسامی بکشید پس لطفا احساس فشار نکنید حال بیایید قسمت فعالیت را شروع کنیم با استفاده از چیزهایی که امروز آموختیم منظره هایی را ترسیم خواهید کرد که دوست دارید این هم دستور عملش اول طبیعت بیجان اشیای مختلف مانند میوه ها سبزیجات گلدان گل گیلاس یا همچنان چاینک سفره و غیره را بکشید دوم ترسیم منظره داخلی منظره داخلی را که خوش دارید ترسیم کنید خواه اتاق شما باشد خواه یک رستوران هتل و یا استراحتگاه هر جای دیگر س منظره بیرونی منظره از طبیعت یا ساختمان ها را رسم کنید از آن جایی که دیدگاه دو نقطه و دیدگاه سه نقطه سخت است یک نقاشی که دیدگاه یک نقطه ای دارد بکشید من یک ویدیو را در چت گروهی اپلود می کنم بنابراین می توانید در حین کشیدن نقاشی دیدگاه یک نقطه ای را با آن مراجعه بکنید. سنف امروز در اینجا به پایان می رسه. خدا را شکر می کنم که به ما اجازه داد تا که امروز شما سنف داشته باشم. لطفا منتظر صنف بعدی باشید. از مشارکت شما سپاس هستم